به تازگی تعدادی از ایرانی ها در کشور آلمان دور هم جمع شدن نامه ای رو نوشتن برای خانم انگلا مرکل که آقا هیچ رابطه اقتصادی نداشته باش با ایران سردسته اینا خانمی بود که الان میخوام تصویرش رو بهتون نشون بدم خانم مهین موساپور خانم مهین موساپور کیه خودش رو به عنوان فعال حقوق بشر اقلیت ها جا میزنه از نوکیشان مسیحی هستن و سالها دارن یعنی سالهای زیادی است حداقل از سال 2007 8 به بعد که مسیحی شدن در آلمان ایشون تخصصی دارن روی این حوزه کار میکنن و هم دیدگاه مردم ایران رو بخوان ضربه بزنن که مردمی که حالا از اسلام زده شدن اینا به جایی که برگردن به ایران زرتشتی بشن اینا رو مغزشون رو میدن و اینها رو به یک باور ابراهیمی دیگه سوق میدن که اون البته چیز ماجرا ظاهر ماجراست ولی در درون کارهای بسیار گسترده تری رو دارن انجام میدن برای زدن پایه های ایران این کارم تنهایی انجام این خانوم نمیده خیلی براتون جالبه که بگم که این خانوم اصلا سال 2010 هم با خود آقای رضا پهلوی و اینام در خود آلمان مراسمی رو اومدن داشتن که عکسشون رو دارید میبینید بذارید بزرگ کنم ببینید خود آقای رضا پهلوی رو اونجا میبینید جالبم هست که چهره ها رو آدم میبینه خانم این گوشه گوشه هستن دارید میبینید یعنی این گوشه که الان دستم رو آوردم دارم نشون میدم اینجا هستن این خانم آها بخش الان من این طرف بزنم معلوم میشه این خانم اینجا هستن نشستن در کنفرانس آلمان و آقای رضا پهلوی هم دارید میبینید و در این آخر هم که دارید میبینید آقای مصطفی آزمایشه برای جریان دراویش حالا این خانم چی گفته میخواستم فقط رابطه شونم با آقای رضا پهلوی بهتون نشون بدم اینه که میگن حقوق بشر حقوق بشر حقوق بشر هاشون چقدر واقعیه دیگه و اگه نمیگن حقوق بشر تو شرایطی که ایران دچار مشکلات اقتصادی است ببینه این خانم حقوق بشری این عزیزان حقوق بشری که بارها دور هم جمع شدن پشت صحنه چی فکر میکنن منتها جدیدا دیگه وقیح شدن علنی میگن قبلا علنی نمیگفتن یه مقدار برای ما دردسر بود بخوایم ثابت کنیم الان دیگه علنی میگن گوش کنید این خانم چی میگه من مهین مسافور هستم یکی از فعالین حقوق بشر در کشور آلمان برای اقلیت مذهبی در ایران من و گروهی از فعالان حقوق بشر در آلمان نامه ای رو برای خانم مرکل نوشتیم و از خانم مرکل صدراعظم کشور جمهوری فدرال آلمان تقاضا کردیم که معاملات تجاریشون رو با ایران کاهش بدن و به مسائل حقوق بشر قوم های ایران بپردازن من خانگیار خانم معمار خانم معمار چی چی بودش توی معمار صادقی توی این جریان توانا میندازه که ما در چارچوب حقوق بشری کاری میکنیم مردم سپاسگزاری کنن از آمریکا سر ما بم میریزه میگه در چارچوب حقوق بشری ما نامه نوشتیم که آقا ایران رو تحریم کنید با شرکت ایران رابطه نداشته باشید مردم ایران مثلا تو گشنگی و انزوا بمونه حالا کور بخونن چون خاطر که ایران کشور پهناوری از این مشکلات بیرون میاد فقط روسیاهیش روی اینا خواهد مون به اسم حقوق بشه آه ایسا محبت است ایسا رو صد قسمه آه محبت ایسا یه لفه توی قلب من مسلمان شیعه درخشان شد فهمیدم که ایسا پسر خدا و من بلند شد بعضیشون هم صحبت میکنی با حالن. و من ایسا رو خودم دیدم عین دقیقا تفاصیلی که بچه مسلمون ها میارن آی من امام زمان رو دیدم همون چیزایی که دقیقا اینا میگن این عزیزان نوکیش مسیحی هم میگن گافرستان میگن این همن همهشون فرقی ندارن بعد میگن آی ایسا محبته خانم محین موساپور ایسای محبت شما به شما گفته برید به خانم مرکل نامه بنویسید که مردم ایران رو تحریم کنن خب ادامهش از این جهت ما کمپینی رو در اینترنت شروع کردیم و کردیم. به امضای شما عزیزان هموطن نیازمندیم تا بتونیم با هر چه امضای بیشتر این موضوع رو از طریق کمپین وارد مجلس آلمان بکنیم و کشور آلمان رو وادار کنیم به به اقتصادی فقط فکر نکنه در رابطه با ایران بلکه به حقوق بشر 80 میلیون ایرانی نیز مشغول بشه خیلی خوشحال میشیم که شما ما رو در این راه حمایت کنید و از خداوند میطلبیم که خودش برای ما ایرانیان بجنگه و کشور ما رو آزاد کنه موفق و پیروز عجب از خداوند نمیگه برای ما بجنگه کشور ما رو آزاد کنه چه جوری ما تحریم اقتصادی این تحریم اقتصادی که در تمام این چهل سال ثابت کرد که آقا دولت مردان و حکومتی که در درجه اول که تحت فشار قرار نمیده مردم و اتفاقا وقتی که مهندسی جدید تحریم های ایران توسط تهران و تیمش آغاز شد اینها اومدن در نشستی که در این گروه اقدام علیه ایران دارن از نامش اقدام ایرانه ولی حالا علیه هم دیگه علیه دیگه من علیهش رو اضافه میکنم که آقای مایک پمپو توی وزارت امور خارجه داد به آقای برایان هوک یکی از افرادی است که الانم جدیدا دیدید که یکی از این سناتورهاشون برای کالیچی کجای جنوبی توی سن... به لین هنگ... نامش یادم رفته جدیدا گفتش که من خیلی خوب میترسم برم آزمایش ژنتیکی بدم میترسم که ایرانیا چیز باشن میترسم ژن ایرانی هم درصد توی وجود من باشه و این خیلی بسن وحشتناکه وقتی که میگم اینا مشکلشون با ژن ایرانیست است که به زودی البته در این چارچوب برنامه میسازم اگه برسم قبل از سفر کانادا که سه چهار روز دیگه هست قبلش یک برنامه دیگه میسازم در این مورد صحبت میکنم و در سیستم جدید تحریم هایی که آغاز کردن و آقای برایان هوک و اینا آمدن چیدن و یا از سال 2012 جیم ریکاردز تروریسم ارزی رو برای ما کلید زد اینا برنامه اینه که آقا ما که زورمون به رژیم نمیرسه حتی تحریم هم بکنیم که رژیم زیاد آسیب نمیبینه جمهوری اسلامی در بخش سپاه پاسداران اینا که راه ها رو یاد گرفتن چگونه بخوان خودشون رو کنن پس این فشار فشار اقتصادی نخست میره روی وجود خود مردم مردم رو بهشون فشار میاره خب وقتی مردمی که تحت فشارن بعد اون وقت مردم مجبورن بیان کف خیابون مرگ بر جمهوری اسلامی بگن تظاهرات کنن و از دل این تظاهراتای های مردمی شاید ما بتونیم مثلا رژیم رو برانداز کنیم این تز آقایونه تز سرویس های جاسوسی که مثلا مردم بیان کف خیابون کشته بدن و تا اینا بتونن از خود حکومت ایران امتیاز بگیرن یعنی مردم ایران رو در حقیقت یه جورای پیاده نظام خودشون کنن با تحریم های اقتصادی ولی این خانم محبت حضرت عیسی محبت آی ایسا قلبش فلانه ما میریم تو کلیسا هممون یه دفعه فقط هم اینا میبینن حضرت عیسی رو بعد ایمان داشته باشی حضرت ایسا رو ببینی اینا همش محبت و زندگی من محبت محبتشون اینه مردم مردم گفتنشون اینه یا اون رضا پهلوی خیلی جالبه دیدید دیگه این خانم الان اینجا نشسته اینا اون تایی اینجا دقیقا بذاریم من با موس نشون بدم که این خانمه دقیقا بذارید بزرگش هم کنم بدونید که دقیقا کی رو دارم میگم بیا این خانمه محین موس امروشه آقای رضا پهلوی هم که اینجا اینها که دم از حقوق بشر میزنن با افتخار دارن میگن آقا ما نامه دادیم خانم انگلا مرکل که تا ما رو تحریم کنه آخه اینا آدم میتونه مثلا باشون با چارچوب منطقی بخواد بحث کنه استدلال دارن اینا اینا مخره های بیگانن ببینید اینا آدم های مستقلی نیستن مثلا ببین من که میگم آقا من خودم مخالف جمهور. مخالف چیه من دشمن وجودی اصلا جمهوری اسلامی ها. آقا ولی هر چیزی باید استقلال تو بر رو حفظ کنی دیگه آقا تو چه جور اپوزیسیونی هستی که استقلالی نداری همتون م... شما اصلا جمهوری اسلامی دیگه نداره اپوزیسیون جمهوری اسلامی مساویس با مخره های سرویس های جاسوسی دقیقا اون کاری که سرویس های جاسوسی میخوان ایران تو تحریم بکنن آقایون از رضا پهلوی تا خانم مهین موساپور این کار رو دارن میکنن حالا یکیشون این خود خجالتیه مثل رضا پهلوی علنی نمیاد بگه هرچند با همه این خجالتی بودنش خیلی جالبه میخواست به دنیا بیاد بعد که به دنیا آمده بود یه مدت دشمنان پادشاه میگفتن ولیعهد ایران لاله حالا بعد که بزرگ شد دیدیم نه تنها لال نیز زیادی هم حرف میزنه بعدی وقتا سوتی هم میده میگه آره علنی ما کمک مالی میخوایم ولی حواسش جمعه باز سر چارچوب تحریم اینا علنی باز خدایش تا الان رضا پهلوی نگفته ولی تمام اطرافیان رضا پهلوی رو نگاه میکنین به خودت همین فرشگردی ها که رضا پهلوی علنی ازشون اومد یعنی نه این جریان جریان خود رضا پهلوی دیگه علنی هم تو توییتر ازشون حمایت کرد و تو صفحه توییترش گذاشت و اینا اینا علنا میگن آقا جا ما اصلا دست مال به دست آقای ترامپیم و همشون ترامپیست من که آقا جان ایران رو تحریم کنید با یه همچین ببینیم من میگم جمهوری اسلامی اگر اپوزیسیون داشت ما پشتش وای میستادیم جمهوری اسلامی هم برانداز میکنیم امروز براندازان در حقیقت کسانی هستن که دنبال نابودی ایران هن. نه که خودشون دنبال نابودی ایران باشن اول از همه دنبال اینن که جیبشون رو پول کنن و همشون مهره های دشمنن و در نتیجه میشه نابودی ایران دیگه دشمنان ایران آقای بن سلمان عاشق چشم و علی رضا نوریزاده نیست که بزنم به تخته چشم و عبروی هم نداره کسی عاشقش باشه چرا میاد پول میده به آقای نوریزاده چرا پول میدن به تلویزیون اینترنشنال که مدیرش آقای رمزان پوره اصلا این رمزان پور رو که نگاه میکنید این داغونه دیگه اصلا عاشق چیش باشن نه سوادی نه چیزی تو این چارچوبه که حرفی برای که اینا حاضر به خود فروشی شدن ببین شما الان در عرصه کارهای براندازی و اپوزیسیون مسئله این نیستش که سواد درستی داشته باشی یا برای که بیای اجرا بکنی یه تیپ خوبی داشته باشی بالاخره اینا چیزای شناخته دیگه برای که اجرا بکنی اینا نه هر کسی که تا مغز استخوان تواب غربی شده تواب تمدنی شده اینها میان استخدامش میکنن ریچونه چرا فقط حاضر بشن بگن آقا مملکتمون رو میخوایم بفروشیم این هم خانم مهین موساپور میگه ما این کاری کردیم حالا امیدواریم خدای محبت حضرت عیسی برامون به جنگ ما نجات بده عجب داستانه این بخش برنامه رو میبندم فقط میخوام اینا رو بزنم جلوتون بدونید که چه کسانی در خارج از کشور با پول خون من و تو ایرانی با گشنگی کشیدن ایرانیان میخواهند به نون و نوایی برسن و چگونه اینا مهره های هستن تا باز این بخش میبندم